حالا محقق دومی که میخوام اینجا معرفی بکنم هست آقای ایگناز گولد زیهر که ایشون یک, یک محقق پایهی پایونیرینگ سکولر پا، پایونیرینگ فکر کنم بگم یعنی پایه یعنی پایه این ام... از پایه گذاران اسلام شناسی نوین هست درسته درسته خب که ایشون هنگریان هستن هنگریان به فارسی چی میشه؟ مجارستانی هست مجار. مجارستان. مجارستانی okay, بودن خب که ایشون هم از سال 1850 تا سال 1921 زندگی میکردن میگه Took such investigations even farther. He determined that the lateness of the hadith collections relative to the time of the time Muhammad was supposed to have lived, together with the widespread Muslim tendency to forge stories about Muhammad uh, that supported the political positions or, or religious practice, made it virtually impossible to regard the hadith, uh, which uh, which fell. many volumes as historically reliable. خب یعنی این آقای گولدزیر گولدزیر فکر کنم نمیدونم درست میخوام اینا میگه می که درست. با توجه به اینکه که حدیث هایی که از محمد جمعوری شده با توجه به اینکه زمان جمعوری این حدیث ها فاصله زمانی بسیار زیادی داره از زمانی که محمد قرار بوده زندگی میکرده خب که ما این سالها رو تو برنامه های بعدی تک تک میام مرور میکنیم و فاصله هاش رو بیان بررسی میکنیم که نشون بدیم که چقدر احتمال درست بودن این حدیث ها چقدر کم میشه با توجه به این فاصله ها خب و مثال های مختلفی هم میزنیم خب میگه با توجه به این و با توجه به این که در آن زمان مسلمان ها بسیار انگیزه زیادی داشتن برای درست کردن داستان درباره محمد برای حمایت از مواضع سیاسی خودشون خب یا سنت دینی خودشون به خاطر اینکه انگیزه در اون زمان زیاد بوده این غیر ممکن میکنه این موضوع رو که شما این حدیث ها رو از لحاظ تاریخی با اعتبار یا قابل تکیه ببینید این ترجمه شیه میشه اوکی؟ اینم این شخص اینم یه مورخ دیگه بوده و یه محققه محقق دیگه بوده و جالبیش بینه جالبیش بینه که این شخص آقای ایگناز گولزریر کسی بوده که اسلام رو به شدت دوست داشته خب یعنی مثلا خیلی از مسلمان ها ممکنه بیان بگن که این حرف رو اینا دارن میزنن برای اینکه مثلا اسلام رو میخوان بزنن و دشمن اسلام و اینجور چیزا در صورتی که این آقای گلزیر بی... بی... زیر عاشق اسلام شده بوده در حدی که خودش به خودش میگفته خودشو مسلمون میدیده یعنی احساس مسلمون بودن میکرده هر شگاه یعنی حتی میرفته مسجد نمازم هم میخونده که اون حس مسلمون بودن رو بکنه خب یعنی با اینکه خیلی اسلام رو دوست داشته به عنوان یک محقق به این نتیجه رسیده که میگم پیشگام پیشگام حواسم باید به لایف چت هم باشه ترجمه های شما هم خیلی عالیه خب یه محقق پیشگام بوده این آقای گودزیر مرسی از ترجمه هاتون <تصفح> اوکی حالا بریم سراغ محقق بعدی اوکی okay. من ببین محققای دیگه هم بین اینا هست ولی من میخوام اصلی ها رو به شما نشون بدم هدف این که هدف من هم از این که این محققا رو به شما نشون بدم اینه که تو برنامه های بعدی هم حالا دوباره به این محققا اشاره می که بگیم این ادعاها از کجا آمده خب ولی هدف اصلی نشون دادن این محققا اینه که شما برین ببینید اگه خواستین مثلا این محققا رو نگاه بکنین که این ادعاهایی که ما داریم می خب تو از تو هوا نیومده خب یا مثلا برداشت های شخصی ما نبوده خب یعنی یه سری آدمایی سالها روی اینا کار کردن و اینا کارهای نتیجه گیری کارهای اکادمیک بوده خب اینا رو ما خودمون نمیگیم هنوزم ولی نمیگم اینا حتما حرفشون درسته چون محقق بودن چون آکادمیک بودن ما به شدت شکرها خواهیم بود به هر من نتیجه گیری که در اینجا میشه ولی فقط توجه داشته باشین که اعتبار حرفهایی رو که ما داریم اینجا میزنیم از کسایی که مثلا میان از یه آدم های دیگه از یه یوتیوبری از یه بلاگری حرف میزنن اعتبار این حرفها به شدت بیشتره خب اینا محققین دقیقا در این حوزه بودن خب شخص بعدی اوکی شخص بعدی یک محقق ایتالیایی هست the Italian scholar of the Middle East, Prince Leon K. من ایتالیایی بلد نیستم بخونم. Leon C-A-E-T-A-N-I -E Duke of Sermonti Sermoneta از okay. سال 1869 تا سال 1935 این okay. شخص uh, concluded that یعنی yani, به این نتیجه رسید که we can find almost nothing true on Muhammad in the traditions آید hadith میگه این شخص میگه که ما هیچ چیزی که واقعیت داشته باشه حقیقت داشته باشه رو درباره محمد از احادیث نمیتوانیم پیدا بکنیم یعنی در عبارت دیگه می میگه هیچ اعتباری ندارن برای راستی آزمایی درباره محمد We can discount as ap apocryphal all the traditional material that we possess میگه تمام تمام سنت ها متنای سنتی اس... که توی سنت اسلام وجود داره رو که ما داریمو داریم و میتونیم بهش کاملا اپاکرفا فکر کنم بگم میشه به شک بکنیم یعنی بهش هیچ اعتمادی نیست اپا... فکر کنم ترجمهش اینه که هیچ اعتباری نداره یا یعنی اینکه کاملا میشه به شک کرد اپاکرفا رو کسی اگه ترجمه بهتری داره به من بگی که من ترجمه اینجوری کردم خب؟ اه... یه ایوان نظری داری؟ یعنی که برم سراغ نفر نه جعلی جعلیه بهتر بگیم جعلی علی پرکوتفا یعنی غیر, غیر معتبر اعتبار مشکوک اعتبار